لازمش اینه که بعثت انبیا و اولیا لغو باشد و بیهوده باشد و به غرض خودشون که هدایت خلق است و رساندن خلق خدا به رحمت خاص خدای متعال، این هم که موفق نشوند، این هم که امکان پذیر نیست. مگه میشه که این پیامبر آمده باشد هیچ کس رو نرساند، یا پیامبر آمده باشد برای کی؟ لمن بلغ، برای همه انسانهایی که پیام او میرسه. بعد همه انسانهایی که پیام او به اونها میرسه 1% نجات پیدا کنند و جمعی اعمالشون مستند به سخنان پیامبر و امام علیه السلام باشد، 2% باشد. این نقض غرض است، این تخصیص اکثر است. تخصیص اکثر را همه اهل زبان و اهل ادب قبیح میدانند. میگن اگر کسی گفت که ایها الناس ما شامی دعوت کردیم، همگانی همه بیایید، بعد بفرمایید که البته غیر از دانشجویان، غیر از دانش آموزان، غیر از معلمین، غیر از بازاریان، غیر از همینجوری استثناء کن، آخر یه نفر تاش بمونه. میگه این آدم مریض نباشه که اینجوری دعوت نمی کنه که. همون اول بگو ای یوحناس من یه نفر رو دعوتش کردم. چرا میگین تمام عالم دعوت هم، بعد گروه بگذارین کنار و بعد آخر یکی تاش بمونه، 5 تا تاش بمونه؟ این بهش میگن تخصیص اکثر. تخصیص اکثر خلاف عقل و خلاف فهم عقلاست. خب اگر پیامبر آمده باشد، امام آمده باشد، بگه ای یوحناس من آمدم شما رو به بهشت ببرم، به عصت انبیا برای نجات خلق است از جهان طبیعت، از کجیها، پستیها، فرودینها و مانند آن، اومده است که اقلال را، گل زنجیرهای فکری، اخلاقی، عملی را از انسانها بردارند. حالا چند تا رو برداشتن؟ اومدن انسانها را هدایت کنند، من بلغ را هدایت کنند، یعنی همه کسانی که پیام به اونها میرسه. و چند نفر از اینا هدایت شدن که به جمعی اعمال، چیزی تاش باقی نمیمونه که. بنابراین این به جمعی اعمال، مقصود جمعی اعمال نیست و الا لازمش اینه که هیچ موالی وجود نداشته باشد و اینم تخصیص اکثر است و اون نگاهی که خدمتتون عرض کردم. علاوه بر این که این فرض که اگر کسی تمام اعمالش مستند به امام معصوم و پیامبر معصوم علیه السلام نباشد از اهل ایمان نیست، این اهل ایمان دارای درجات مختلف است، درجات مختلف ایمان. اینکه کسی به گونه ایمان دارد که در همین جهان طبیعت تمام گناهان گذشته و آیندهش مورد بخشش قرار گرفته است، به کمالی و درجی از فهم و معرفت و الوهیت و ربوبیت دست پیدا کرده است که اگر خطاهایی از دستش می رود، این خطاها در ذات او مستقر نمی شود. مانند کسی است که بدنش چنان واکسینه شده است، واکسن مثلا کزاز زده است که این ولو میکروب کزاز وارد بدن او میشود، اما در این حال او کزاز نمیگیرد. مثل همین آبله کوبی هایی رو که انجام میدن، از گذشته انجام میدن، اون تزریق های سگانه فلج رو مثلا میزنن، یا اون موارد دیگری رو که حالا اضافه هم شده 4 تا 5 تا شده، اینا رو که میزنن برای چیز؟ برای اینی که ما در معرض این میکروب ها قرار میگیریم، این میکروب هم بیان برای اینکه میکروب ها اثر خودشون نداشته باشن. چطور میشه که انسان به درجه از مسونیت برسد که میکروب که داخل بدنش که میاد راشو میگیره میره دنبال کارش، متوقف نمیشود و اثری از خودش در او باقی نمیگذارد؟ میشود انسان به درجه مؤمن، به درجه از ایمان برسد که مسونیت داشته باشد. یعنی اگر خطایی، مشکلی، کذبی و مانند آن در اقوالش، اعمالش، افکارش وجود داشته باشه، با توجه به اینکه مسونیت پیدا کرده است، اینا در وجود او تأثیر نگذارند و گویی که چنین چیزی وارد بدن او نشده است، وارد فکر و عمل و اخلاق او نشده است، چنین چیزی نه فقط امکان پذیر است بلکه ضرورت دارد. در غیر این صورت هیچ کس نمیتواند انتظار آمرزش داشته باشد، چون خطاهایی که وارد می شود، چه خطاهایی که عالمانه و آمدانه باشد، چه خطاهایی که ناخودآگاه باشد، آثار وضعی دارن، آثار تکوینی دارن غیر از آثار شرعی، این حتما خواهد داشت. بنابراین انسان در جهان طبیعت هست، دانسته و نادانسته سم می خورد.
خب تمام گناهان سم است. بنابراین یکی از این سمها، یک جرعه، یک قطره از این سموم کفایت می کند که انسان رو چنان ساقط کند. اینکه ابلیس لعنت الله علیه دیدین میگه چند تا کار بد انجام داد، میگه چند تا دروغ گفته، چند تا غیبت کرده، چند لقمه مال مردم خورده، چند بار مثلا دیگران رو تحقیر کرده، حد و حرمت کرده، این چیزا نبوده که. یک خطا ولی مسئولیت ندارد، چون مسئولیت ندارد یک خطا سبب تنزلش شده است به جایی که قابل بازگشت نیست. انسان ها هم اگر این گونه باشد، چون گناهان، چه گناهان فکری، چه گناهان اخلاقی، چه گناهان عملی، اینا سمومند و مهلکند و نفس را از حیات دور می کنند یا سلب حیات از نفس می کنند و میشه جز مردگان. اما میبینیم که مؤمنین حداقل هم به لحاظ عقلی هم به لحاظ نقلی موارد متعدد و شواهدی داریم که مؤمنان برای اینکه به حیات عقلی دست پیدا کنن لازم نیست همه معصوم باشند، همه لازم نیست همچون انبیا باشند. همچون انبیا شدن در برخی از درجات مانند افکار و عقاید و معرفت و همچنین اخلاق کار آسانی نیست، بلکه از سخت هم سخت‌تر، همه کس هم دست پیدا نمی‌کنه. بنابراین اینکه اینجا گفته می شود که این فرد از اهل ایمان نیست، یعنی ایمان دارای درجات مختلف است. بله جمعی در همین دنیا تکمیلن، گناهی ندارن، برخی در عالم برزخ می رسن، آمرزیدی می شون، اینا را مؤمنن. اونایی که در قیامت آمرزیدی می شود اونا هم همچنین مؤمن هستن. حتی کسانی که وارد جهنم می شون و در جهنم آمرزیدی می شود اونا هم همین گونه هستن، اونا هم مؤمنن. بله اگر کسانی مثل اون مالنده گروه های سگانه که کفار و مشرکین و منافقین، ببخشید، کفار و مستکبرین و منافقین، این سه گروه هستن که اینا جزء مؤمنین به حساب نمی آیند، اما بقیه جزء مؤمنین هستن. به تعبیر دیگه اگر گفتین هر کسی که همه اعمالش به امر امام معصوم و شنیده شده از امام معصوم نیست، خواه از عقل باشد چه از امر دیگری، این اهل ایمان نیست، هیچ کس به لوازمش ملتزم نیست. چون کسانی که تمام اعمالشون به دلالت امام معصوم نیست فراوان وجود دارد، فراوان و فراوان وجود دارد. همچنین روایت سوم هم، من دان الله به غیر سماع ان صادق، هر کسی که به چیزی غیر از اون چیزی که از امام معصوم شنیده است، اینم احتمالات مختلف دارد. آیا هر چیزی رو که میخوایم عمل کنیم و هر چیزی که باید اعتقاد داشته باشیم باید از امام معصوم باشد؟ یعنی در همه حوزه ها چه عقلمون میفهمه چه عقلمون نمیفهمه، چه علم میفهمه چه علم نمیفهمه. معنیش اینه که آیا سوال اینه که مثلا اگه سرمون درد گرفت، خدای نکرده اگر کسالتی پیدا کردیم، به جای اینکه به دکتر و پزشک مراجعه کنیم بریم به روایات مراجعه کنیم ببینیم که امام صادق درباره سردرد چی گفته است، اگه کسی مثلا آپاندیزش ایراد پیدا کرده، متورم شده، عفونی شده، به روایات مراجعه، آیا مقصود اینه؟ اگر کسی میخواد مثلا ماشین درست کنه، ساختمون درست کنه، اینو باید به روایات مراجعه کنه. اگر کسی میخواد درختاشو اصلاح کنه، حیواناتشو اصلاح کنه، آیا اینا رو باید که به امام معصوم مراجعه کنه؟ آیا در حوزه‌های مختلف اعتقادی اینکه جهان چگونه پدید آمده است، اگر کسی میخواست مثلا در کیهان شناسی مطالعه کنه، درباره نظریه مهبانگ سخن بگه، آیا اینا رو باید مراجعه کنه به روایات ببین که روایات چه میگویند؟ اینکه اولین موجود چگونه پدید آمده است، اولین موجود زنده، کار به انسان هم نداریم که حالا اختلاف باشه، اولین موجود زنده چجوری پدید آمده، اینا باید در روایات نگاه کنیم؟ آیا این اطلاق دارد و این اولا اطلاق دارد یا اطلاق ندارد؟ حالا اطلاق در همه جوانبش دیگه. این یک. دوم این که این ان صادقن، یعنی از صادق مطلق، یعنی معصوم، یا این که نه، کسی باشد که سخنانش درست باشد، کسی باشه این نظرش درست باشد، این حرفش درست باشد، اینم صادقه. صادق مصادیق متعدد دارد، کسی که یک فعل صادق دارد، یکی کسی که 10 تا 100 تا 1000 تا فعل صادق دارد، و کسی که تمام افعالش صادق است. یک، همشون. یکی دیگه، و کسی که نه فقط تمام اعمالش صادق است بلکه ممکن نیست عمل کاذب داشته باشد. کدام یکی از این موارد مقصود از این صادق است؟ محتمل الوجوه است. همچنین کسانی که این صادق، یعنی صفات اخلاقیش هم صادق هست، ولی کدام یکی از این صفات اخلاقی؟ تمام صفات یا یکی از صفات؟
باز این همون حرف اولی، احتمال اینه که این صادق، کسی که فقط شجاعت دارد این صادق است، اما 10 تا دیگه صفت نادرست دارد. کسی که بخشنده است اما 10 تا صفت نادرست دارد این صادق است، اما در این یک مورد، در این یک صفت صادق، در بقیه موارد باطل و کاذب است. حالا کسی که صادق است و محال است کاذب باشد یا نه، کسی که صادق است و ممکن است کاذب باشد، کدام یکی از ایناست؟ همچنین در حوزه اعتقادات. بنابراین همه حرف در اینه که اولین نقدی که بر این استدلال وارد می، در این استدلال هایی که به این روایات شده است، روایات میپذیریم، روایات صحیح درست و در برخی از امور هم ظهور هم دارن و میتوانن ظهورهای دیگر هم از حیثیت های مختلف داشته باشن، ولی این استدلال که ما از این روایات بفهمیم که در هر کاری که میخواییم انجام بدیم باید معصوم بین ما و خدای متعال واسطه باشه، از این روایات به دست نمیاد. چون روایات رو یکی یکی بررسی میکنیم میبینیم که هیچ کدامشون ظهور غیر معارض ندارند، نص بودن که اصلا درشون نیست. این نکته. نکته دیگر و نقد دیگری که بر این استدلال وارد می شود این است که در این روایاتی که آمده است، آیا مقصود این است که آنچرا که ما می خواهیم عمل کنیم از امام معصوم باشد، یا اینکه نه، در عصر و شرایط و زمانی این روایات آمده است که مقصود امر دیگر هست؟ به تعبیر دیگه اصلا مقصود نقد دوم اینه که مقصود از این روایات اینی نیست که مستدل به اون استدلال کرده که باید همه چیز رو باید از معصوم بگیریم، بلکه ناظر به عصر و زمان هست. در عصر و زمان ناظر چیز میگه که این روایات دلالتشون بر این است که به ظن خودتون عمل نکنید، به وهم خودتون عمل نکنید، به استدلالهای بی اعتبار خودتون عمل نکنید، به قیاس و استحسان عمل نکنید. اتفاقا این روایات در عصری آمده است که بازار این گونه استدلالها بسیار شلوغ بود و رایج بود، یعنی در زمانی این سخنان از امام صادق علیه السلام وارد شده است که و همچنین از امام باقر، این سه روایت یکیش از امام باقر بود، دوتا هم از امام صادق علیه السلام، این روایات زمانی وارد شده است که کسانی که در مقابل خاندان پیامبر قرار گرفته بودند، نه اینکه اونا به علم عمل میکردن ولو از امام صادق نبود، به عقل عمل میکردن و به استدلال عقلی و فهم عقلی، بلکه به قیاسات عمل میکردن. مقصود از قیاس هم یعنی تمثیل، یعنی میگفتن که این رنگش مثل اونه، این حکمش اینه، پس اونم باید همین گونه باشد. ما مثلا در مواردی رو، احکامی رو اثبات میکردن که میگفتن که این خوردنش مجازه، اون یکی دیگه هم با این تفاوتی نخواهد داشت. خب آب خوردن مانعی نداره، مشروب هم اون اندازه باشه که اثرش اثر آب باشه، میگفتن اینم مانعی نداره. یا بالعکسش، این در عصر و زمانی این روایات آمده است که دقیقاً استدلال هایی که در مقابل ائمه علیهم السلام ارائه می شد استدلال های بی اعتبار بود. نه فقط استدلال هایی بود که در مقابل امام صادق بی اعتباره، در مقابل هر عاقلی بی اعتباره، چون استدلال عقلی نیست. اینم یک نکته که اصلا مقصود این نیست که شما ششدانگ در اختیار مسموعات باشید، در اختیار روایات و نقل باشید و عقل رو به طور کلی بگذارین کنار به عنوان منبع. حداقل این روایات این رو نمیگه. حالا اگر روایات دیگری کسی جای سراغ داره باید ارائه کنه، که البته روایات دیگری هم، حالا تعدادی رو که صریح‌ترن، این روایات که صراحت ندارن، روایاتی که صریح‌تر هست رو بعد خدمتتون میخونم، اونجا معلوم میشه که اصلا به طور کلی در این گونه موارد نمیتوان به روایات استناد جز، چون روایات متواتر نص که دلالت متعدد نداشته باشه در این زمینه نداریم. حالا خواهیم رسید در یه بخش دیگر. خب اینم از این. بالاخره ایراد دوم این بود که روایات ناظر به شرایط عصر و زمان است، این شرایط در هر عصری که وجود داشته باشد محکوم به همین هست. اگه در یه زمانی مثلا عالمی فقیهی در مقابل امام صادق با استناد به ظنون، به اوهام، به حدس‌ها، به استحسانات، به مثلا تمثیل‌ها و مانند اون در مقابل امام صادق ایستاده، چنین عالمی در هر عصر و زمانی که باشد محکوم به بطلان است.
بنابراین چنین افرادی نباید انتظار داشته باشند نزد خدای متعال پاداش داشته باشند، نباید انتظار داشته باشند که از اهل ایمان باشند، نباید انتظار داشته باشند که اون احکامی رو که نکاتی رو که در این روایات اومده بود شامل حالشون نشود. ما هیچ کس هم این رو انکار نمی کنه، اما سخن در این است که این روایات میگه که عقلا عقلشون رو نادیده بگیرن، این روایات نمیرسونه با توجه به این که ناظر به این شرایط هست. اینم یکی. نکته دیگر این که نقد دیگر اینه که فرض میکنیم که امتثال امر الهی و اطاعت خدای متعال متوقف بر وساطت امام معصوم علیه السلام هست، یعنی هر جایی رو که امام معصوم یا پیامبر معصوم علیه السلام دستوری رو دادن اونو باید انجام بدیم، حالا اگر مربوط واجبات واجبش انجام بدیم، اگر مربوط محرمات محرم رو ترک کنیم، اما اون چرا که در سخنان اونها نیومده چون دیگه وساطت نیست باید بگذاریم کنار. فرض کنیم که این گونه باشد، باز هم این روایات دلالتی بر عدم حجیت عقل قطعی ندارد. بله، عقول ظنی رو، استدلال‌های ظنی و محتمل رو اون رو میگذاره کنار، اما اگر ما یه دلیل قطعی داشتیم بر اینکه این امر امر پسندیده است ولی در روایات نیست، با دلیل عقلی فهمیدیم این امر امر ناپسند است ولی در روایات نیست، آیا میتونیم با توجه به اون چرا که در استدلال اومده بود که هر چرا که خدای متعال سکوت کرده و به انبیا و اولیا نگفته است بنابراین شما ساکت باشید، میتونیم بگیم یا نه؟ نمیتوان گفت. چرا؟ به چند جهت. اولین جهتش اینه که اگر اون چرا که عقل